گوش علاقه داره مثلا خود گوش بوده یا هر کاری که داره به نظر عوام فریبی گوش داره میکنه. با تمام علاقه که من با سرای این خانم دارم تو ماشین من موزیک ایشون است و این عوام فریبیه. اینو من دیشبم گفتم اکبر گنجی داره کار خودش میکنه، به گوش مربوطه. اکبر گنجی یه نویسنده یه مردمیه، یه کاری کرده، یه کار بی نظیری در زمان خودش کرده که قدر و منزلت خوش سر جاش هست. حالا ماده اعتصاب قضا کرده، گوش میخواد با اون همدردی کنی که چی بشه؟ با اکبر گنجی همدردی بکنه؟ چه خوشی با اکبر گنجی بسته؟ اصلا به قول معروف گوش تو رو سننم با اکبر گنجی. اکبر گنجی نویسنده است، یک کسی بوده که در زمان خودش جزو تئوریسین‌های جمهوری اسلامی بوده، سپاه پاسداران بوده. تو همدردی با مثلا تئوریسین سپاه پاسداران چه سنخیتی گوش داره با اکبر گنجی؟ مگر اینکه داریم بکنیم که داره بازی میکنه. تو چیکاره گوش که با اکبر گنجی؟ تو آدم سیاستمداری هستی، روزنامه نگار بودی، تئوریسین سپاه پاسداران بودی، نمیدونم عضو سپاه پاسداران بودی که حالا بخواد با اکبر گنجی هم دردی کنی. اکبر گنجی به عنوان یه فرد داره کار خودشو میکنه که قابل تقدیر هم هست، اعتصاب قضا داره میکنه، تو چیکاره ای؟ تو به عنوان یه هنرمند باید بی اون وسط باسی بگی من برای مردمم میخوام یک ساعت آهنگای انقلابی بخونم، آهنگایی که درد مردمه بخونم، آهنگایی که امروز ایران رو به اصطلاح نشون میده حالا هواشو، دل من درد دل مردم رو بیام اینجا من به صورت آواز بیان کنم. تو کارت اینه، کارت اینه که بگی تو سایت بگی در سایت هم من همدردی کردم. خب سایت همدردی که به چه درد بخوره؟ این کار موزیانه است، این کار دقلبازیه به نظر من. سر مردم که کلا نمیره که. ما نمیخوام تو بری تو سایتت بنویسی، اینو دیشب هم گفتم، مثلا یه آهنگ انقلابی خون رو مد نشسته تو سایتش رو، این به درد نمیخوره، این اصلا به درد نمیخوره. باید بگی من گوگوش، من داریوش، من ابی، ما حداقل تک تکی یا ستایی میخوام یه کنسرت اعتراضی بگو بذاریم. ملت ایران معترضن، ما میخوام یه کنسرت اعتراضی بذاریم. نه اینکه من تو سایت نوشتم، خب هر ننه قمری تو سایت داره می نویسه که. این خانم اگر مردمی هست، چون من اصلا نمیخوام درمایش، یعنی واقعا این خانم خرابش کنم، ولی که باید ثابت بکنه حرفایی که پشت سرش هست در موردی که آیا ایشون مردمی هستن یا نیستن، ثابت بکنه در عمل. باید بیاد در کنار مردم بیسته و الا منم صداشو دوست دارم، خیلی هم ناراحتم در باید صحبت میکنم، ولی من مهم نیستم. من مهم نیستم که چهار نفر من بپرن یا خانم گو چهار نفر رو بذاره به من فوش بدن که چرا من در باید. اصلا مهم نیست این حرفا. ما یه مهره هایی داریم، حالا اون ابیو نمیدونم داری زیاد مهم نیستن، زیاد اثرگذار نیستن و این میتونه اثرگذار باشه. مثلا اونا ممکنه اگه بگه کنسرت مجانی سیاسی هست، مثلا 5000 نفر بیان، 10000 نفر بیان، 20 گوبوش بیاد، ممکنه 80000 نفر بیاد. اینا تو روند انقلاب نمیتونن اثر بذارن، کاری نیستن که اثر بذارن، ولی که میتونه همراه انقلاب باشن. اینه که این سایت بازی‌ها رو دست بردارید. اما تو سایت نمیشه، مثل همه ملت ایران تو سایت هم. تو سایتش اینو گفته، تو سایتش اینو گفته، سایت بعد گفتم که این سایت کاری نداره که بچه‌ها میتونی زیرش بزنی. ما میخوایم فیزیکی ببینیمتون. چجوری من بگم؟ اگر مردمی هستید، مردمی میخواد پشت مردم بیستید، پشتشون خالیه الان، پشتشون شما خالی کردید، کنار مردم نیستید. همش هم که نمیشه آقا پول جمع کردن که، همش که نمیشه آقا گوگوش دم 6 تا ازدواج کرده، داری شارت زن گرفته، اون یکی ابی نمیدونم بچه چه فلان کرده با زنش، این یا نمیدونم فلان 100000 دلار گرفتم 500000 دلار. یه دفعه میت خبر بدید که آقا در کنار مردم بودن، یه کار مردمی کردن، اینجوری اسمتون تو خبرها بیاد. تا هرچی که ما میبینیم که همش
داستان گرفتاری های شخصی و نمیدونم کنسرت به هم زدن و پول خوردن و این چیزا بودی که یه کار درستی ما ندیدیم تو جامعه انجام بشه که یا این از اون شکایت میکنه یا از اون شکایت میکنه اون خراب میکنه یا اون یکی رو بیاد پتش رو آب بریزه. همین مجموعه همین سه نفر آقا مثلا آقا خانم، خب یه دفعه بیاد با مردم باشی، یه خبر مردمی بیاد ازتون بیاد بیرون. امیر قاسمی پول منو خورد، همه تلویزیون از جمله خود بنده کنفرانس مطبوعاتی خانم گوش بزنن که پولش امیر قاسمی خورده، یا حمید شبخیز گفت پول منو گوش خورده، یا مثلا دارم میگم. حالا بیاد یه کار مردمی کن تو خبر اینجوری بیاید. اینی که این جواب اون کسی که خیلی دلش میخواست که من در مورد گوش صحبت بکنم یا داریوش و ابی، همه هم عدم یه کرباسن مگر اینکه ثابت بکنن. بیش از این سعی نکنید که کاری بکنید که قاراتون بمونید و الا این ادامه پیدا بکنه، مطمئن باشید پرستیژتون ایمیجتون روز به روز خرابتر میشه، روز به روز خرابتر میشه، چون مردم میخوان که از همه قدرتشون استفاده کنن، از تمام نیروشون میخوان استفاده کنن و هر نیروی که مردمی نباشه محکوم به فناست. پی بگید آقا گوگوش در بچگیش فلان بوده زور، آقا الان ما حالت مردمی از این خانم میخوان ببینیم. داریش دفته دارم درس مواد مخدر، ترک مواد مخدر میدنه، من خودم بودم حالا نیست آقا اینا به جاش. بله امروز مسئله ما مسئله ما الان ترک تریاک نیست تو ایران. الان مسئله ما اینه که همون تریاکی رو بتونم یه نفسی بگم بکشم بگم یه نمیدونم نابود با دیکتاتوری رو بتونم بگم، همون برای ما کافیه. الان بعد به موقعش ترکشون میدیم. یه ملت سالم، یه جامعه سالم تریاکی ها هم ترک میکنن. الان تو این مقطع الان مسئله ما، هدف ما الان ترک تریاکی ها نیست آقای داریوش. الان وقت کشوندن مردم به خیابون هاست. میگن آقا داریوش داره ترک تریاک میده، خب به درد عمش میخوره یعنی ترک تریاک. زمان خودش درست بوده، الان چی؟ واقعا من عصبانی کردنده ها با این منطقه اصلا بی پای اساسی که میگن. میگه آقای ابی رفته نمیدونم کجا ارمنستان کنسرت بزنه، خب من قبلش نبوده اینجا توی کنسرت ها که بود که رفت اونجا خلیج فارس خون. حرف من اینه که الان ما خلیج فارس نمیخوایم بخونه، من الان مملکت ما خلیج فارس در خطره، من خارجی ها ریختن خلیج فارس دارن میگیرن که ابی خلیج فارس میخونه. آهنگ برای مردم ایران بخون. اون موقعی که گفتم باید خلیج فارس میخوندی تو کشور عربی نخوندی، دلارای سبز عربا جلو چشتو گرفت. حالا که باید آهنگ میهنی بخونی خلیج فارس میخونی. خروس بیمحل که میگن همینه. حالا فکر نکنی این عددی هستن در مقابل خروش و خیلی عظیم انقلابی که در پیشه. هیچی ما هیچ کنو میچی نیستیم. طوفان و سیل انقلاب، آتشفشان انقلاب همه ما رو خودش میبره، همه ما رو از با خودش میبره. انقلاب کشید دیگه چیزی ستار دلدار نمیشنسه، دنیای دیگه ای میشه. اصلا کسی یادش نمیاد ستار دلدار وجود داشته، تلویزیون میشه تو آمریکا بوده. کسی دیگه یادش نمیاد که گوش کی بوده اگه تو خونش بشینه. اینا حساب کتاب داره. قهر ملت ایران این بار قهری نیست که قهر انقلاب 57 باشه که فقط یه سری آخوند بیان اونجا بگن آقا پس هر کی آخونده هستش اگه نیست نیست. نه، اینجا انقلاب بعدی نگاه میکنن چهرهای مردمی رو، صنفی کسی نگاه نمیکنه، میخواد نگاه میکنه این چقدر مردمی عمل کرده و چقدر نامردمی کرده. اینی که دوستان یا خود خانم گوش طرفدارش اعتراض به من نکنن، چون اون موقع دیگه هر چیزی یه حوصله‌ای داره دیگه، صبر آدم سر درزن. اینجا هم عرض کردم
بچه‌ها اتاق فرمان هم میگم عادت کردم، یا آقا به من میگم، یا آقا وسط نهید به من بگید که تماشی